اولین صحبت‌های پدر مونا حیدری، زن جوان 17 ساله اهوازی که توسط شوهرش سرش با قمه بریده شد. دوستان عزیز، به کانال حاشیه تیوی پلاس خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی اون زنگوله کناریشو. لطفاً لایک و کامنت رو فراموش نکنید. پدر خانم غزل حیدری یا مونا حیدری در گفتگو با خبرگزاری فارس گفتند هیچ اجباری در ازدواج دخترم وجود نداشت و اتفاقا شوهرش بهترین زندگی رو برای دخترم فراهم کرده بود. او در جواب به این سوال که چرا با ازدواج دخترش در سن کم موافقت کرده گفته درسته سن سال غزل برای ازدواج کم بود و حتی زمانی که میخواستیم غزل رو به عقد سجاد در بیاوریم گواهی رشد از دادگاه گرفتیم، اما به لحاظ جسمی مشکلی نداشت دخترم. پدر غزل یا مونا حیدری در ادامه گفت عبد جمونگ مردی سوری که دخترش در ترکیه با او بوده قاچاقچی بوده و از ترس دولت ترکیه دخترش رو عقد کرده و برای بازگرداندن غزل درخواست پول می کرده و با ارسال عکس های غزل سجاد رو عصبی می کرده. اما میپردازیم به مصاحبه مادر شوهر مونا یا غزل حیدری از انگیزه کشتن عروسش توسط پسرش سجاد. همچنین مادر شوهر مونا از ماجرای پسرش و عروسش و همچنین علت فرار عروسش به ترکیه این چنین میگوید. حدود 4 ماه گذشته غزل از منزل خارج شد. مثل همیشه که به خانواده پدرش یا دوستاش سر میزد، هیچ کس به رفت آمدش نه حساس بود و نه شک میکرد. اما اون روز اون به خونه بر نگشت. نگران که شدیم سراغش رو از خانوادهش گرفتیم. خونه پدر و مادرش هم نرفته بود. به دوستاش و آشنایان و هر کسی که احتمال میدادیم ممکنه غزل اونجا رفته باشه سراغ غزل رو ازشون گرفتیم، اما اونا هیچ خبری از غزل نداشتن تا اینکه بعد از 1 هفته به دوستان خودش اطلاع میده که رفته ترکیه. دوستان عزیز، ناگفته نماند سجاد همان مرد اهوازی هستش که زن 17 ساله خودش یعنی مونا حیدری رو به قتل رسوند و سرش رو برید و در اینجا غزل هم نام دیگر خانم مونا حیدری هستش که ظاهرا در منزل بهش میگفتن غزل. اما مادر سجاد در ادامه صحبتهاش گفت نمیدونم کی و چطوری پای غزل به ترکیه رسید. تمام اطلاعاتی که از غزل دریافت میکردیم از طریق دوستانش بود و هر بار که خبری میرسید پسرم میمرد و زنده میشد. خیلی تلاش کردیم کسی متوجه این قضیه نشه، اما هرچه از نبودن غزل میگذشت اطرافیان بیشتر کنجکاو میشدن که عروس خانواده کجاست و چرا ازش خبری نیست. مادر سجاد گفت غزل در زمان آشناییش با یک مرد سوریه‌ای باردار بود و چند روز قبل از اینکه خونه رو ترک کنه بچه سخت شد. وقتی من و مادرش ازش سوال کردیم چرا و چطور این بچه سخت شد، جواب میداد دبه آب رو بلند کردم و سخت شد. از مادر سجاد سوال میکنم غزل با شوهرش مشکلی داشت یا مثلا به اجبار با هم ازدواج کرده بودند؟ مادر شوهر غزل یا همون خانم مونا حیدری در پاسخ گفت اتفاقا غزل و شوهرش خیلی همدیگر رو دوست داشتن، نباید از حق بگذرم. ارتباط غزل با ما هم خیلی خوب بود. غزل رفتارش با جاریش هم خیلی خوب بود، با جاریش مثل خواهر بودند. من برای 2 تا پسرام یعنی سجاد و برادرش توی شب عروسی گرفتم. خونه ما خیلی بزرگه، بالای خونم 2 واحد برای پسرام ساختم، یکی برای سجاد و دومی هم برای برادرش. مادر سجاد در ادامه منزل غزل و پسرش سجاد رو نشون میده و میگه ببینید چه زندگی برای غزل پسرم فراهم کرده، هیچ چیزی براش کم نذاشته بود. مادر شوهر مونا حیدری یا همون غزل حیدری راجع به ترکیه رفتن غزل این چنین گفت غزل راجع به ترکیه رفتنش به دوستاش یه چیزهایی گفته بود و اونها هم این چنین به ما انتقال دادند. اونا گفتن غزل گفته با شخصی از طریق اینستاگرام آشنا میشه که این شخص اهل سوریه بوده. این مرد به غزل ابراز علاقه زیادی میکنه. این دختر رو وابسته خودش میکنه تا اونجایی که غزل بابت این مرد زندگی خودش رو رها میکنه. به محض اینکه غزل به ترکیه میره این مرد غزل رو به عقد خودش در میاره و اونجا با همدیگه زندگی جدیدی رو شروع میکنند. غزل یا مونا حیدری که همه جوره به این مرد سوری اعتماد کرده بود کم کم شروع به ارسال عکسای خودش با اون مرد میکنه.
مادر شوهر مونا حیدری در ادامه گفت: دوستان غزلیان مونا ما رو در جریان تمام جزئیات می‌ذاشتن. پسرم هر روز بیشتر از دیروز کنترل خودش رو از دست میداد و نمیتونست به اعصاب خودش مسلط بشه، مخصوصا اینکه بازاری بود و اطرافیان چپ و راست غیرت و مردونگی اون رو تحریک میکردن. مادر شوهر غزل یا مونا حیدری در ادامه گفت: در محله و خیابان کمترین بحثی که بین بچه ها اتفاق میافتاد مستقیم و غیر مستقیم با طعنه آبروریزی غزل رو به رخ ما میکشیدند و بابت این مسئله بحث و دعوا کرده بودیم. این در حالیه که همسایه ها کاملا از شرایطی که اتفاق افتاده اطلاع داشتند، اما به جای دلداری احساسات پسرم را تحریک میکردند. خواهر سجاد صحبت های مادر رو قطع میکنه و میگه: به نظر من 17 سال سنی نیست که کسی بتونه درست تصمیم بگیره. غزل گول خورده بود و تحت تاثیر صحبت های مرد سوری قرار گرفته بود، وگرنه چه کسی زندگی خودش رو ول میکنه و سراغ کسی دیگه ای میره؟ تازه این مرد هم طلاهای غزل رو برده بود و دزدیده بود. از مادر سجاد سوال میشه: با چه ترفندی غزل یا مونا حیدری رو به ایران بازگردوندید؟ او در پاسخ گفت: ما از طریق پلیس بین‌الملل اقدام کرده بودیم که فردی دختر ما رو دزدیده، اما خود غزل هم ظاهراً پشیمان شده بود و این اواخر خودش به پدرش گفت: بیایید من رو به ایران بیارید. که بعد از اون هم پدر غزل و شوهرم تا ترکیه دنبال غزل رفتن و روز جمعه ظهر رسیدند اهواز. پسرم سجاد به مرد سوری همسر جدید غزل ویس تهدید آمیز فرستاده بود که اون مرد سوری در جواب عکسای عروسی رو میفرسته برای پسرم و برای اینکه سجاد رو عصبی کنه گفته بود خودم به غزل گفتم بچه رو سخت کنه. پسرم تهدید کرده بود غزل رو میکشم. برای همین پدر غزل و پدر سجاد در صدد مخفی کردن غزل تا تحویل اون به کلانتری بودند، چرا که از تهدیدهای سجاد می ترسیدند و زمانی که غزل رو تحویل شوهرش ندادند عصبانیت و تهدید سجاد دو چندان شد. برای همین روز یک شنبه غزل رو سوار ماشین کردند تا ببرند و تحویل کلانتری بدند، اما از اونجایی که سجاد حرکات پدر و عموش رو زیر نظر داشت به اتفاق برادرش جلوی ماشین رو می گیرند و غزل رو از پدرش و عموش می گیرند و فراریش می دن. که ظهر همون روز اون اتفاق میفته و سجاد غزل رو با غمه سرشو میبره. از مادر سجاد سوال میشه: خب سر غزل رو با غمه زد، چرا سرش رو محل به محل نشون این و اون میداد؟ مادر سجاد در پاسخ گفت: در هر محله و خیابانی که به سجاد انگ بیغیرتی زده بودن سر غزاله رو گرداند تا مثلا به همه بگه من آدم بیغیرتی نیستم. از مادر سجاد سوال میشه: غزل یک پسر داره، فرزند پسرش کجاست؟ و مادر سجاد با اشاره دست پسر بچه زیبا و دوست داشتنی رو نشون میده که بلیز قرمز و شلوار یشمی بر تن داشت. مادر سجاد گفت: بله، این نوامه و فرزند سجاد و مونا یا سجاد و غزال است. و زنموی این پسر بچه هم گفت: این پسر خودمه، من خودم بزرگش کردم. دوستان عزیز، این جزئیاتی جدید از ماجرای قتل فجیع مونا یا همون غزل حیدری توسط شوهرش در اهواز بود. به نقل از خبرگزاری فارس تهیه شده بود و ما از طریق این سایت خبری برای شما عزیزان خوندیم و تهیه کردیم و در قالب یک ویدیو برای شما عزیزان آپلود و منتشر کردیم. و هیچ مسئولیتی هم در برابر این مصاحبه و جزئیات این قتل فجیع و هر آن چیزی که متعلق به این قتل است رو نداریم. دوستان عزیز، لطفاً نظراتتون رو راجع به ماجرای قتل فجیع مونا یا همون غزل حیدری توسط شوهرش در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. با تشکر.